محمد جواد ظریف در موضع جدیدی در مقابل با اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن بازگشت تحریم ها با استدلال عدم رعایت برجام از سوی ایران گفت ایران در مقابله از NPT پیمان عدم تعهد اشاعی هستهی خارج می شود. و یفزود وزارت امور خارجه از مسیر حقوقی موضوع را دنبال می کند. جمهوری اسلامی ایران بحث روش حل اختلاف را به صورت رسمی اردی ماه سال 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز کرد. سه نامه نیز به خانم موگرینی نوشته شد و در آن رسما اعلام شد که ایران روش حل و فصل اختلافات را شروع کرده است. در نامه‌ای که در نوامبر 2018 به خانم موگرنی نوشته شد تأکید کردیم که ایران مکانیزم حل و فصل اختلافات را شروع کرده و به پایان رساندیم لذا ناگزیریم که برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم ظریف گفت جمهوری اسلامی ایران پس از نامه مذکور هفت ماه به اتحادیه اروپا فرصت داد و در می سال 2019 کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقریبا دو ماه پس از آن آثار عملی داشت به افزود اظهارات اروپایی ها هیچ وجه قانونی ندارد لذا ما از بلا بودن اقدام اروپایی ها استفاده می کنیم اگر اروپایی ها اقدام دیگری انجام دهند طبق نامه رئیس جمهوری در همان اردیبهشت 1397 موضوع خروج ایران از NPT مطرح می شود وزیر امور خارجه با بیان پنج گام ایران در راستای کاهش تعهدات برجام افسود قرار نیست ایران گام دیگری برای کاهش تعهدات بردارد و تاکید کرد در صورتی که اروپایی ها به تعهدات خود برگردند ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می کند اما اگر اروپایی ها به رویه خود بر اساس بازی های سیاسی ادامه دهند چون هیچ محمل قانونی ندارد ما امکانات متعددی داریم در نامه رئیس جمهوری آمده اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود خروج ایران از NPT مطرح خواهد بود اما پیش از آن برنامه های دیگر را میتوان در دستور کار قرار داد تهدیدات ایران برای خروج از NPT در حالی است که چنین اقدامی می تواند ایران را در معرض تحریم کامل اقتصادی قرار دهد و از سوی دیگر می تواند ایران را در معرض جنگ و حمله نظامی قرار دهد و با توجه به اینکه پرونده ایران نیز می تواند به زیر بند فصل هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تهدید بین المللی قرار گیرد و تا سالها این موضوع حل نشده باقی بماند و ضربات جبران ناپذیری به پیکر اقتصاد و موجودیت ایران بزند. موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که سفر برنامه ریزی شده محمد جواد زریف به علت تغییر برنامه ها از سوی اجلاس داووس در سوئیس لغو شده است. وی گفت با توجه به دعوت رسمی و شخصی انجام شده از دکتر زریف ایشان کاملا آمادگی داشتند تا امسال در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت کنند. متاسفانه تغییر یک طرفه از جانب مجمع جهانی اقتصاد در برنامه ریزی که دو طرف بر سر آن توافق کرده بودند که شاید برای رسیدن به همین هدف بوده مانع از حضور دکتر ظریف شد و فرصت برای گفتگو از دست رفت. لازم به ذکر است که ترامپ نیز قرار است در این اجلاس شرکت کند برخی منابع خبری به رویترز گفتند که احتمالا فشار آمریکا باعث شده که اجلاس داووس دست به چنین عملی بزند تا مانع حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان حج با تاکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی اعتقادی و اجتماعی گفت البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است به همچنین بهرهگیری از فرصت حج برای رساندن سخن نوی جمهوری اسلامی به دنیا یعنی الگوی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار داد و گفت استادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران حقیقتی جذاب برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده کرد. خامنه ای با تاکید بر اینکه قدرت های جهانی برای جلوگیری از شکلگیری امت واحده اسلامی تلاش های فراوانی کردهاند گفت، امت اسلامی به معنای واقعی آن یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند هنوز شکل نگرفته است و متاسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسلامی تهمت زنی، تعارض و جنگ در کشورهای اسلامی رواج دارد. خامنه ای با تاکید بر حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجد و مسجدالنبی، النبی تلاوت کلام الله توسط قاریان برجسته ایرانی در این مساجد و حضور فعال نخبگان مسلط به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی به شبهات گفت انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تبیین سخن نوع آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و لازم در حج است. به این منظور آمریکایی ها را از این حرف که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود به معنی دست کشیدن جمهوری اسلامی از سخن نو برای دنیا یعنی تلفیق آرای مردمی با افکار اسلامی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه دانست و افسود الگوی مردم سالاری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسلامی است می توان از فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد. به یفسود علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سرگردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسلام و ملت ایران استفاده کرد. رهبر جمهوری اسلامی عملا با این سخنان اعتراف کرده است که سفر حج را به عنصر تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین و معترضین دست به خشونت بی سابقه ای زده است و معلوم نیست با چه چیزی مدل مردم سالاری دینی را میخواهند تبلیغ کنند با اینکه ایران با عربستان قطع رابطه است ولی منافع روحانیون ایجاب می کند که سفر حج را حتما انجام دهند به گزارش رسانه ها دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که با هدف بحث در مورد هواپیمای سانه دیده اوکراینی به کیف رفته روز دوشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده است. همچنین قرار است به زودی گروهی از نمایندگان دولت ایران با سفر به اوکراین از نزدیک با توانایی فنی کیف آشنا شوند. به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین دو طرف توافق کردند که تمام تکه های باقی مانده از هواپیما به اوکراین منتقل شود. زلنسکی همچنین در این دیدار در مورد پرداخت قرامت به خانواده های قربانیان و پیگرد قضایی عوامل این حادثه صحبت کرده است. بر اساس بیانیه کیف زلنسکی در این دیدار تصریح کرده است که ایران به آنچه برای تحقیق در مورد دلایل بروز این حادثه وعده داده بود، عمل کرده است وی در این خصوص گفت اصل همه آنچه که در موردش با رئیس جمهوری ایران صحبت کرده بودیم انجام شده است او گفت دسترسی هایی که ایران به 45 متخصص اوکراینی ارائه داد این امکان را فراهم کرد تا قربانیان اوکراینی این حادثه شناسایی شوند زلنسکی در این حال تاکید کرد که لازم است تحقیقات مؤثر بیشتری در خصوص این حادثه انجام شود بر اساس این گزارش در دیدار اسلامی و زلنسکی در مورد مسئله انتقال سامانه های ضبط اطلاعات هواپیمای سانه دیده به اوکراین رایزنی شده است. زلنسکی اشاره کرده است که اوکراین برای رمزگشایی از اطلاعات این سامانه ها از توان و فناوری لازم برخوردار است همچنین در تحول دیگر در دومین گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده است با توجه به اعلام عمومی 21 دی 1398 مبنی بر پذیرش یکی از نهادهای داخلی در خصوص عملیات دفاعی موشکی در زمان پرواز این هواپیما دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات آن نهاد فراهم آمد و مشخص شد که دو موشک مجاورتی از نوع طور ام یک از سمت شمال به سمت هواپیما شلیک شده است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران با وجود اینکه تاکید کرده است که دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات آن نهاد فراهم آمد ولی در این گزارش از سپاه پاسداران به طور مستقیم و به سراحت به عنوان عامل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی نام برده نشده است همچنین در مورد به خاک سپاری مشتبا عباس نژاد ملقب به سروش در احواز سختگیری های زیادی انجام شد تا در محلی که خانواده که وی میخواستند دفن نشود وی که در کانادا دانشجو بود در هواپیما توییت کرده بود که دم پرواز کانادا جنگ شده است و از همه تقاضای حلالیت طلبیده بود و به همین خاطر مشهور شده بود سختگیری در مورد مراسم خاکسپاری وی بسیاری را شگفت زده و متعجب ساخته است به گزارش رسانه ها عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در نشستی که در محل دانشکده روابط بین وزارت خارجه برگزار شده بود به بررسی ابعاد و طبعات حمله آمریکا علیه فرمانده سپاه قدس و موضوع برجام و به جریان انداختن مکانیزم ماشه پرداخت. عراقچی کشتن سردار سلیمانی را از سوی آمریکا اشتباهی راهبردی خواند که نقطه ی عطف بزرگی در غرب آسیا و خلیج فارس ایجاد کرد که تبعات ژئوپلیتیکی و راهبردی خواهد داشت او با بیان اینکه ترور سلیمانی و همچنین پاسخ موشکی ایران بر محور مقاومت بر تروریسم تکفیری و داعش و در معادله قدرت بین ایران و آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس تأثیر گذاشت افسود وقتی که حادثه سردار سلیمانی با شلیک موشک به پایگاه های آمریکا پاسخ داده شد و آمریکا از پاسخ مجدد عاجز بود بزرگترین تحول راهبردی در خلیج فارس و غرب آسیا رقم خورد آمریکا فکر کرد با ضربه زدن نظامی ایران میشکند و مقاومتش با ضعف مواجه می شود. ایران با دو حرکت این را جواب داد. یکی با تشییع پیکر سردار که به نوعی ابراز اعتقاد و خشم خود نسبت به آمریکا بود و اکثر ملت ایران شرکت کردند و عزم ملی شکل گرفت و در ادامه عزم ملی ضربه راهبردی به آمریکا صورت گرفت و شلیک 15 موشک قدر و سنگین به بزرگترین پایگاه آمریکا. آمریکا در عراق که مسئله کوچکی نیست و ضربه راهبردی است به افزود میزان تلفات اصلا اهمیت ندارد اینکه آمریکا تصمیم گرفته عنوان کند تلفات نداده مهم است وقتی به این نتیجه رسیدند که پاسخ ندهند نتیجه این برقراری یک موازنه راهبردی و بازدارندگی راهبردی بین ایران و آمریکا بود که تحول کوچکی نیست وی در مورد مذاکره با آمریکا گفت بحث مذاکره با آمریکا بر اساس منافع کلان کشور تصمیم گیری می شود و ما به عنوان یک سیاست اصولی اعلام کرده بودیم که تحت فشار و فشار حد مذاکره نمی کنیم و این سیاست همچنان سر جایش هست تا زمانی که فشار حد اکثری آمریکا جریان دارد در کل صحبت از مذاکره و اینکه مذاکره شود یا نشود موضوعیت ندارد بعد از خروج از برجام و شروع فشار حد اکثری، سیاست ما این بود که مذاکره نمی کنیم و همچنان این سیاست برقرار است اصولگرایان با حمله به روحانی مواضع وی را در روز پنج شنبه مورد انتقاد قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بار دیگر از ضرورت حل مشکلات اقتصادی در کشور با تمرکز بر سیاست خارجی و مذاکره و دیپلماسی تاکید کرد او گفت مردم ما را انتخاب کردند که فتیله تنش ها را پایین بکشیم او گفت راه حل وجود دارد به با اشاره به اثر روابط خارجی و تحریم‌های بینالمللی در اقتصاد و نحوه مدیریت کشور گفت من راه دیگری بلد نیستم یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصادی اصولگرا گفت من کسی را در این کشور نمی شناسم که گفته باشد اگر تمام روابط خارجی خراب شد اقتصاد دست نمی خورد. اما می شناسم کسی را که تمام اقتصاد را به رابطه با چند کشور معدود خارجی گره بزند و حل مشکل آب خوردن مردم را به توافق با آنها منوط بداند. روحانی همچنین در بخشی از اظهاراتش کشته شدن سردار سلیمانی و حمله ایران به پایگاه های آمریکایی را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت هیچ کشوری جرأت نمی کند پایگاه های مهم منطقه‌ای آمریکا را زیر موشک باران قرار دهد. وی همچنین اینکه جمهوری اسلامی توانسته است پنتاگون را 24 ساعت بیدار نگه دارد جزء افتخارات جمهوری اسلامی دانست به یفسود آمریکا مجبور به عقب نشینی از اظهارات و تهدیدهایش شد. اصولگرایان گفتند که روحانی در حالی که هنوز تابوت مرگ سلیمانی زنده است از مذاکره با آمریکا صحبت می کند. علاوه بر این مخالفین غیر اصولگرای روحانی از جنبه دیگری به موضوع پرداختند و گفتند که این رجسخانی رئیس جمهوری در حالی عنوان می شود که مقام های ایرانی طبق گفته خودشان احتمال حمله به پایگاه های نظامی آمریکا را از طریق سفارت سوئیس به اطلاع آمریکا رسانده بودند و آمریکا در آماده باش کامل حمله ایران به سر می برد. علاوه بر این اظهارات وی در خصوص مقاومت ملت ایران در مقابل تحریم ها رجسخانی دائمی مقام های جمهوری اسلامی است و در حالی عنوان می شود که ملت ایران در مقابل تحریم ها نه مقاومت بلکه تحمل می کنند فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم چندین بار مردم را به خیابانها کشانده و آنها را نسبت به حاکمیت خشمگین کرده است. همچنین در مورد اظهارات وی که گفته بود شرایط ایران در وضعیت نسل و نجنگ به سر میبرد و بین صلح و جنگ فاصله کوتاهی وجود دارد و باید مراقبت دائمی صورت بگیرد و شرایط ای است که حتی شلی که یک گلوله می تواند آتش جنگ را شعله ور کند منتقدان گفتند این اولین بار است که یکی از مقام های رسمی جمهوری اسلامی به سراحت از احتمال وقوع جنگ صحبت می کند و جنگ را بیخ گوش جمهوری اسلامی عنوان می کند. تا کنون مقام های جمهوری اسلامی با رجسخانی های دائمی خود درباره قدرت نظامی همواره عنوان کردند که ایالات متحده آمریکا به علت منافع انتخاباتی خود هرگز وارد جنگ با ایران نخواهد شد هرچند بسیاری اظهار می‌دارند که جنگ بین ایران و آمریکا با هدف قرار دادن اشخاص و پایگاه های دو کشور که با حمله مستقیم دو کشور صورت پذیرفته عملا شروع شده است. همچنین روزنامه کیهان که تریبون غیر رسمی نظرات علی خامنه است و نیز سعید جلیلی که نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است در انتقاد تند مشکلات اقتصادی کشور را به تمامی ناشی از سوء مدیریت داخلی می دانند و تحریم را دارای اهمیت ناچیزی می‌دانند و حتی در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از توقف فروش نفت ایران که به عمده مشکلات اقتصادی و بحرانهای اجتماعی در ایران دامن زده است با تمرکز بر اقتصاد غیر نفتی قابل حل می‌دانند. حسن رسولی رئیس ستاد مرکزی انتخابات شورای عالی جبهه اصلاح طلبان در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در حالی که به نظر میرسد از حجم رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس ناراضی است معتقد است با این وضع دست اصلاح طلبان از آن چیزی که برایش برنامه ریزی می کردند خالی تر مانده و این به معنی وانهادن بیشتر میدان به رقبای اصولگر است. رقبایی که هرچند برخی از آنها هم رد صلاحیت شدند اما هنوز آنقدرها نامزد باقی مانده در صحنه دارند که بتوانند حتی بیشتر از یک لیست انتخاباتی کامل را ببندند. حسن رسولی در خصوص پیشبینی درباره رکورد شکنی این حجم از رد صلاحیت ها در این دوره انتخابات گفت رد صلاحیت های اصلاح طلبان به عنوان یک محدودیت جدی و البته به صورت متناوب از دوره چهارم مجلس به بعد آغاز شد پس با وضعیت جدید و تازه‌ای روبرو نیستیم کما اینکه از قبل هم مشخص بود که ما در انتخابات مجلس یازدهم باز هم مسئله رد صلاحیت را خواهیم داشت با این تفاوت که در مقایسه با ادوار گذشته رد صلاحیت ها به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است مزافن اینکه از حیث موارد مرتبط به مناسبات دولت ملت و شوربختانه با توجه به رخدادهای ناگوار اخیر در وضعیت نامناسبی در قیاس با ادوار قبلی به سر میبریم و بر همین اساس این امیدواری وجود داشت که درک این شرایط توسط شورای نگهبان مورد توجه بگیرد و ما هم شاهد شیوه دیگری در برخورد با مسئله صلاحیت ها باشیم اما در عمل مشکلات حوزه روابط دولت و ملت عمیقتر شده و از سوی دیگر شاهد حذف نسبی یک جریان سیاسی از فرایند انتخابات هستیم پی افسود اگر در چنین شرایطی شورای نگهبان در فرصت باقی مانده متناسب با مساله ملی در چنین شرایطی برای تقلیل فشارها و مشکلات و شکافهای ملی برای برگزاری یک انتخابات رقابتی در تصمیم خود در خصوص رد صلاحیت ها تجدید نظر اساسی به عمل بیاورد در آن صورت است که منافع ملی کشور بهتر تامین خواهد شد و راهبرد جریان انتخابات به نحو مطلوب تری فرا خواهد شد. رسولی در رابطه با راهبرد یا برنامه و تاکتیکی که در صورت ساکن ماندن شرایط به همین منوال و عوض نشدن موقعیت ها تا روز انتخابات دارد گفت شورای عالی اطلاف جپه اصلاح طلبان ایران پیشا پیش راهبردهای خود را به صورت آشکار بیان کرد که عبارت است از شرکت در انتخابات و پیگیری قانونی ایجاد تحول سیاسی از طریق صندوق های رأی البته شورای عالی قید کرده که پیگیری این راهبرد منوط بر مهیا بودن بستر امکان فعالیت و رقابت در انتخابات است البته ما از قبل پیش بینی می کردیم که به مسئله رد صلاحیت ها برخورد کنیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان که رد صلاحیت ها عمدتا مربوط به سوء استفاده اقتصادی بوده است گفت این مطلب درست نیست چرا که در نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان ارائه داده به بندهای اشاره شده که مربوط به این امر نبوده است وی افزود البته برخی اینگونه بوده حالا چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کنند از طرف دیگر بنده از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان درخواست می که در این بخش که کار داوری بر عهده آنهاست با دقت لازم به این امر توجه کنند تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود لاریجانی همچنین در مورد اتهام عدم التزام به نظام گفت بنده که با برخی از آقایان چهار سال و با برخی هشت سال و با بعضی دوازده سال همکاری روزانه داشتم عدم التزام عملی به نظام را در اکثریت قریب به اتفاق همکاران تایید نمی کنم زیرا بارها و با بارها دیدم که نمایندگان با دقت تام از حریم نظام دفاع کردند از جمله در مصوبه سفوریتی اخیر مجلس در مقابل ستم آمریکا ملاحظه کردیم که این مصوبه به اتفاق آرا تصویب شد به افزود امیدواریم در بررسی شورای نگهبان که هنوز زمان برای اظهار نظر دارند حتی مقدور مسائل مرتفع شود. هرچه در این زمینه تلاش شده و عدم احرازها کاهش یابد به حضور بیشتر ملت در انتخابات کمک میکند که مخصوصا در مقطع فعلی انقلاب ضرورت دارد اصحارات علی لاریجانی به خوبی نشان میدهد که چقدر رفتار شورای نگهبان از قاعده خارج بوده است که حتی رئیس اصولگرای مجلس را هم به منتقدین شورای نگهبان مبدل کرده است